توانیم به کمک پایه‌های فکری انقلاب و به کمک روحیه جوانهای انقلابی که به حمدالله امروز هستن و کم هم نیستن و زیادن و تحت تأثیر تفکرات انقلابی هن، می توانیم اون روحیه رو تجدید کنیم، اون تهاجم رو دوباره به وجود بیاریم، اون حرکت عظیم رو بار دیگه در کشور به وجود بریم، از حرکت عظیم فرهنگی. رؤسای قوه مقننه و قضاییه در تربیت مدرس و جامی. امروز روز دانشجو هست، ما باید صحبت بکنیم. به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو، رو در رو و در مواجهه با دانشجویان، بار دیگر پاسخگوی سوالات گوناگون ملی و مطالبات عمومی و صنفی دانشجویان شده. من اول سلام می‌کنم به دوباره 50 تومانی. هیچ امکانی در سطح شهر برای رسیدن صدای معترضان اون که بچه بازیه با این حرفا میخواد اسم انقلاب بیاری تو گلوتو به مال که گیر نکنه تو گیری انقلاب خیلی باوقار. مصرف گاز در بخش خانگی به عدد 585 میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به تقریبا 3 روز گذشته حدود 50% افزایش نشون میده. واسه گرم در داخل اتاقشان خونهشان بپوشن. کمبودی هست، من باید مراعات بکنیم مادر جان. مصرف گاز برای تنها برای شخص بنده و دیگران، این همه عموم دارن استفاده دارن. چند روز اخیر چه تغییری داشته قیمت؟ قیمت افت کرده 3-4 هزار تومان. هر چند برای مصرف کنندگان مطلوب است، قیمتش مناسب شده، اما مرداران را دچار ضرر و زیان کرده. درخواست ما از مردم این هست که در این شرایط به اصطلاح خاص مرغ مورد نیاز خودشون رو برای یکی دو ماه آینده خریداری بکنن، به سمت و سوی بریم که تولید کنندگان ما زیان نکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هموطنان خوبم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور. رهبر انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند این شورا باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف راه حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیشبرنده ارائه کند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مهمترین نقش و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی را هدایت فرهنگی کشور و جامعه دانستند و با تأکید بر اینکه شیوه هدایت فرهنگی دستگاه‌های رسمی با هدایت فرهنگی تشکل‌های مردمی متفاوت است گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده‌ای فعالیت دارند، زمینه ساز شکل‌گیری حرکت عمومی در مقوله‌های مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف شود. رهبر انقلاب ایجاد چنین حرکت‌های عمومی برای فرهنگ‌سازی و یا اصلاح فرهنگ‌های غلط را بخشی از مهندسی فرهنگی دانستند و در مورد هدایت دستگاه‌های فرهنگی دولتی افزودند. در مورد دستگاه‌های همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و صدا و سیما، هدایت فرهنگی فقط با ابلاغ سندهای تحول امکان پذیر نمی‌شود، بلکه باید این سندها محقق و اجرایی شوند و ضمانت اجرایی آنها هم حضور رؤسای سه قوه در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ایشان همچنین با اشاره به سخنان سال گذشته خود در دیدار با هیئت دولت مبنی بر لزوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند منظور از ساختار، ساختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ حاکم بر آن و در یک کلام نرم افزاری است که افراد جامعه بر اساس آن در زندگی فردی و جمعی خود عمل می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با روحیه تهاجمی خود بنیانهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گزاره‌های غلط حاکم بر اذهان مردم را تغییر داد، به فرهنگ ما نمی‌توانیم به عنوان یکی از این گزاره‌ها اشاره کردند و گفتند انقلاب با سازندگی و حرکت‌های خلاقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد که نتیجه آن
انجام کارهای بزرگی همچون ساخت سدها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، تجهیزات صنایع نفت و گاز و بسیاری از زیرساخت‌ها به دست متخصصان جوان داخلی بود. رهبر انقلاب اسلامی تغییر فرهنگ شیفتگی به غرب به فرهنگ اعتراض به غرب و تغییر فرهنگ خودپسندی و شهرت به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را نمونه تأثیرگذاری فرهنگی انقلاب اسلامی برشمردند و خاطر نشان کردند. با وجود تغییر بسیاری از بنیانهای غلط، اما عوامل مختلف به مرور زمان موجب تضعیف روحیه تهاجمی انقلاب می شود که باید این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره آن بنیانهای غلط سر بر نیاورند و شورا باید برای تحقق این موضوع فکر، کار و برنامه ریزی کند. ما می توانیم به کمک پایه‌های فکری انقلاب و به کمک روحیه جوانهای انقلابی که به حمدالله امروز هستن و کم هم نیستن و زیادن و تحت تأثیر تفکرات انقلابی هن، می توانیم اون روحیه رو تجدید کنیم، اون تهاجم رو دوباره به وجود بیاریم، اون حرکت عظیم رو بار دیگه در کشور به وجود بریم، از حرکت عظیم فرهنگی. حضرت آیت الله خامنه ای رصد دائم تغییرات معمولا پنهان فرهنگی و علاج به موقع آنها را از ملزومات بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور برشمردند و افزودند اگر در فهم مستمر این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی آنها دوچار ضعف و عقب ماندگی شویم، حتما جامعه دوچار خسارت خواهد شد که آشفتگی فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی کشور به دست دیگران مهمترین این خسارات است. رهبر انقلاب مهندسی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای اصلاح ساختار فرهنگی خواندند و گفتند هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی در عرصه‌های نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه‌ها و تلاش برای دستیابی به راه حل‌های عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره‌های صحیح فرهنگی از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است و اگر دستگاه‌های مسئول دچار غفلت از وظایف مهم خود شوند، جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد. ایشان احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی را نیازی مبرم خواندند و با اشاره به نتایج درخشان رواج گزاره عبور از مرزهای دانش در دو دهه قبل افزودند جهش علمی و جهش فناوری از جمله آثار پربرکت آن حرکت بزرگ بود که باید استمرار یابد تا کشورمان از قافله علم عقب نیفتد. در ابتدای این دیدار رئیس جمهور در سخنانی مأموریت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ساماندهی عرصه‌های علم و فرهنگ دانست و با اشاره به نهایی شدن سند تحول این شورا از اقدامات انجام شده در دوره جدید از جمله پیگیری بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی گزارشی بیان کرد. روز دانشجو فرصت مناسبیه برای دانشجوها تا شفاف و بدون تعارف سوالات ملی، دغدغه‌های عمومی و مطالبات صنفیشون رو با مسئولان کشور در میون بذارن. امروز رئیس مجلس میهمان دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بود و رئیس دستگاه قضا میزبان شماری دیگه از دانشجوها. رؤسای قوه مقننه و قضاییه در تربیت مدرس و جامی. امروز روز دانشجو هست، ما باید صحبت بکنیم. به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو، رو در رو و در مواجهه با دانشجویان، بار دیگر پاسخگوی سوالات گوناگون ملی و مطالبات عمومی و صنفی دانشجویان شدند. در امور مختلف، حالا امور سیستم که قطعا یکی از اموریه که ما باید تو این زمینه مطالبه گر باشیم. بیشتر مطالبه‌مون راجع به دانشگاهه. توقع می‌رود که موضع‌گیری‌هایتان نسبت به اختشاشات اخیر محدود به نوت‌های پیش از دستور نباشد. انتظار قشر دانشجویان از مجلس توجه ویژه نمایندگان به تخصص‌گرایی، هوشمندسازی قانون‌گذاری و نظارت با دخالت و همکاری مستقیم مردم خبر مهمی بود که آقای قالیباف در بحث‌هایش مطرح کرد. شما همین الان در سایت مجلس پارلمان مجازی رو اونجا می‌بینید. همه مردم موضوعات می‌بینن، دستور جلسات رو می‌بینن، می‌تونن روش پیشنهادم بذارن. بررسی و تصویب کیفی لایحه برنامه هفتم از مطالبات جدی دانشجویان بود. یک برنامه هفتم از دید مرکز پژوهش‌ها نوشتیم.
الان 56 ماده داره با همه احکامش، یعنی یک برنامه هفتم تمام با همون نگاه مسئله محوری. همچنین شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه تربیت مدرس رو در رو با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند. ساعت حوالی 8:30 دقیقه صبح 15 آذر 1401 به وقت یک دیدار صمیمانه، دانشجویانی از سراسر کشور نشستند مقابل رئیس قوه قضاییه. انتظار از قوه این است که آحاد مردم عدالت‌خواه را بازوی خود برای تحقق عدالت بداند. گفتگوها شروع شد. چرا ما برای اعتراضاتمون یک پروتکل مشخص و شفاف نداریم؟ تشکر می‌کنیم از قوه قضاییه که با قاتلان شهید بسیجی عزیز شهید عجمیان برخورد داشته است. رئیس قوه قضاییه هم بعد از 90 دقیقه به دغدغه‌های دانشجویان پاسخ داد. اون کسانی که دستگیر شدند و شناسایی شدند به سرعت پروندهشون تکمیل شده. پرونده مشهد روز 26 اتفاق افتاد. 48 ساعت بعد دستگیر شدند. پرونده متروپول حکم قطعی اعلام شد. من باز تعجب می‌کنم از یک دانشجو که میگه شما پرونده متروپول تو هنوز بازه. البته از رئیس دستگاه قضا درباره ارفاقات قانونی برای دانشجویان بازداشتی در اختشاشات آبان هم پرسیدند. نه تنها مشمول ارفاقات شدند، بلکه ارفاقات قابل توجهی هم شدند. حتما بعد از اینم اونایی که من بارها تکرار کردم، اونایی که واقعا ضرورت نداشته باشه که در زندان باشن، بازم از ارفاقات قانونی استفاده خواهند. در کنار اینکه امروز دانشجویان مسائل مختلفی رو مطرح کردند، یک مطالبه مشترک هم از رئیس قوه قضاییه داشتند. مبارزه جدی و عبرت آموز با مفسدان اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم. اما جدای از سرای قوای مقننه و قضاییه، بعضی از مسئولان دیگه هم میهمان دانشجویان در دانشگاه‌هاشون بودند. نشست‌های صمیمی و البته با گپ و گفت‌های بی‌پرده. یک روز مانده به روز دانشجو، اینجا دانشگاه علم و صنعت. سخنگوی دولت پای صحبت‌های شفاف و البته بدون سانسور دانشجویان نشست. انتقاد به یک سری از تصمیمات و اقدامات دولت که نتایج خوبی به همراه نداشته، مثل افزایش حقوق کارگران. نرخ اشتغال ما در تابستان امسال به 8.9% رسید، کمترین نرخ بیکاری در طول 18 سال گذشته در فصل مشابه. من اول یه سلامی بکنم به دلار 50 تومانی. تورم داریم، اما دیگه تورم ما 60% نیست، 40% است. همزمانی که یارانه ما از 45,000 تومان به 400,000 تومان افزایش بده کرده. شما می فرمایید که تفاوتی بین مسئولین و مردم نیست، پس چرا فرزندان این دولت اتفاقا خط قرمزی نه تنها برای مقامات نداره، بلکه سختگیریش با اونها بیشتره. همین دولت، شما در خصوص فرزندان مسئولین سوال پرسیدید که چرا اونها بتونن برن خارج، یک کس دیگه نتونه بره. اولا که عزیزان، کسانی که برای ارتقای تحصیلیشون میخوان برن تحصیل بکنن، دارن از دانشگاه‌های مختلف، از گروه‌های مختلف، از خودتونید دارید همکلاسی‌ها رو می‌بینید. دانشگاه علامه طباطبایی هم دو مهمان داشت. معاون پارلمانی رئیس جمهور. مثلا شد حالا یه جایی هم مثلا در شهرها در نظر بگیرن که افراد بیان اجتماع کنن، مسائلشون رو مطرح کنن. و یک عضو حقوقدانی که سخنگوی شورای نگهبان هم هست. ما خواهان هم هستیم که حقوق ما، حق ما برآورده بشه. حتی اگر اشکالی هم در قانون وجود دارد، حرفی داریم نسبت به نکته این سازوکار مثلا الان پاسخگو نیست، فرض کنید مثلا باید تغییر بکنید، باز هم باید از مسیر قانونی کار رو پیش ببریم. شهردار پایتخت هم به جمع دانشجویان صنعتی شریف رفت که البته گفتگو در این دانشگاه به شوخی‌های سیاسی هم کشیده شد، مثل انقلاب اون که بچه بازیه بابا این حرفا چیه. وقتی میخوای اسم انقلاب بیاری تو گلوتو بمال که گیر نکنه تو گلوت. انقلاب خیلی بابا
قاضی‌زاده هاشمی هم متناسب با سازمانش دانشگاه رو انتخاب کرد و میهمان دانشگاه شاهد بود. البته دور همی صمیمی و رفاقتی مسئولان و دانشجوها حاشیه هایی هم داشت. اونی که من باش مبارزه کردم، اگر اسماشون رو من اینجا ببرم ممکن اتفاقاتی بیفته. ببرم؟ پس که تو محکم نگرم. این دولت این نظام موظفه به هر به من گوش کنه، به من تریبون بده، نه تریبون سیاسی. همه ایرانی ها با شرف هستند و الحمدلله همه هم از سلام. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما. پرداخت حقوق سال آینده کارکنان دولت بر اساس بهره وری. رئیس جمهور در جلسه فوق العاده امروز هیئت دولت که برای رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کشور برگزار شد، برخی اعضای دولت را مأمور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر مبنای بهره وری، کیفیت کار و ارائه خدمت را برای اعمال در بودجه 1402 تهیه کنند. آقای رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت ها گفت تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای بهره وری باشه. سخنگوی دولت هم گفته عدالت محوری و توازن مبنای افزایش حقوق ها در سال آینده میشه. نگری یا جزئی نگری بدون نگاه به همه بخش های دولت بود و مقرر شد که کمیته‌ای به صورت فرابخشی از مجموعه های معاونت اداره استخدامی رئیس جمهور، سازمان برنامه، معاونت حقوقی همه پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش های مختلف رو مورد بررسی قرار بدن. بنابر اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک ها در هفت ماهه نخست سال بیش از 23 هزار میلیارد ریال بوده که بیش از 47% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته. از کل تسهیلات پرداختی 32% به اشخاص حقیقی و 68% به اشخاص حقوقی تعلق گرفته. بر این اساس عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تسهیلات خرد و غیر خرد و بخش حقوقی و حقیقی در مقطع هفت ماه نسبت به مدت مشابه پارسال روند صعودی داشته. وزرای اقتصاد و بهداشت امروز در روز نظارتی مجلس در صحن علنی به سوالات نمایندگان پاسخ دادند. پاسخهای وزیر اقتصاد برای نمایندگان قانع کننده بود. چگونگی اجرای حکم قانونی مطالبات مضاعف بر بنگاهداری بانک ها سوالی بود که آقای خاندوزی بهش پاسخ داد. مرجع تشخیص اموال مازاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. از مجموع این تخلفاتی که بانک مرکزی باید پیشتر اعلام می‌کرده و الان در اختیار ماست، 2700 میلیارد تومان مالیات اخذ شده و به حساب خزانه هم واریز شده. اما مجلس پاسخهای وزیر بهداشت رو درباره مشکلات دارویی و تجهیزات پزشکی قانع کننده ندونست. در سومین روز فعالیت دو سامانه بارشی در شمال و جنوب کشورمان از شدت بارش‌ها در شمال کاسته شد. در نیمه جنوبی کشور هم به ویژه در بوشهر، کهگیلویه و بوی رحمت و فارس بارش باران با خوشحالی و شکرگزاری مردم همراه بود. ما از اینکه رحمت خدا میباره برامون خیلی خوشحال هستیم. واقعا خوشحال هستیم. خیلی عالیه، نعمت الهی. باید شکر کنیم دیگه این برفایی که میاد. همه بارندگیه. بچه هم گفتم بریم بیرون، گفتیم مشکل نداره بریم بیرون. لب ساحل واقعا هواش خوبه. به هر حال حال هوای ارم هم که خیلی عالیه، به خصوص با این برگای پاییزی خیلی هم قشنگتر شده. به لطف خدا امروز بارندگی سپیدار خیلی خوبه. هم دل مردم رو شاد کرد، هم کشاورزان عزیزمون. ایست نشدی توی بارون؟ عاشقانه است و شاعرانه. حیفه. حکم اولیه اعدام 5 متهم پرونده شهید عجمیان در اغتشاشات جاده کرج قزوین صادر شد. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت
11 متهم دیگه این پرونده به حبس‌های طولانی محکوم شدند. به گفته آقای ستایشی، دستگاه قضا در قبال از دست رفتن 200 هموطن که به دلیل ادعاهای دروغ، بی‌پایه و تحرکات بیگانگان جان باختند، حساسه و به خواسته خانواده این قربانیان با جدیت گریبان مسببان این آشوب‌ها رو خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه درباره رفع نقص پرونده طبری هم اینطور توضیح داد. همواری که موضوع بزه پولشویی هست، بزه پولشویی هست یا بوده است، صحیح تر گفته باشم، کلیه این اموال ضبط و یک چهارم از اموالم با نظر کارشناس به قیمت روز برابر قانون حاکم در زمان وقوع جرم به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده و حکم این قضیه صادر شده. حالا تشریفات دیگه ای که داره اعمال خواهد شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد چند هسته عملیاتی شامل 10 عنصر گروهک تروریستی منافقین در استان‌های تهران، اصفهان و کردستان متلاشی شدند. این تروریست‌ها با هدف دامن زدن به فضای رعب و ناامنی، عامل اقداماتی همچون پرتاب نارنجک دستساز در تجمعات مردمی و حملات خونپاره‌ای علیه مراکز اداری، نظامی، انتظامی و مسکونی بودند. وزارت اطلاعات تاکید کرد همه این اقدامات تروریستی با هدایت مستقیم مقر اروپایی گروهک منافقین در آلبانی و با استفاده از عناصر سابقه دار و قدیمی گروهک منافقین که در دهه 60 مورد عفو نظام قرار گرفته بودند اجرا شد. همراه با دستگیری اعضای این شبکه، اقلام و تسلیحات و ادوات عملیات تروریستی کشف و ضبط شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت افرادی که قصد داشتند با تهدید و شلیک به کامیون‌ها رانندگان ناوگان باری جنوب کشور را مجبور به اعتصاب کنند، بازداشت شدند. به گفته آقای قهرمانی، متهمان مأموریت داشتند با تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای کامیونداران به اعتصاب و ناامن‌سازی جاده‌های ارتباطی استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اقدام کنند. اونطور که رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته، این افراد حدود 2 ماه پیش هم در جریان اغتشاشات بازداشت شده بودند که بعد از ابراز پشیمانی و آزادی دوباره اقدام به فعالیت‌های خرابکارانه کردند. این مقام قضایی همچنین از بازداشت 8 نفر دیگه به اتهام ایجاد مزاحمت برای کامیونداران و سنگ پرانی به خودروهای عبوری خبر داد. شمار کشته های انفجار در مزار شریف به 15 تن رسید. چندین نفر هم زخمی شدند. کشته ها و مجروحان این انفجار کارکنان گمرکات مرزی افغانستان و ازبکستان هستند. مواد منفجره در حاشیه خیابان و در مسیر عبور اتوبوس این کارکنان کار گذاشته بود و هنوز هم هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون این حمله تروریستی رو محکوم کرد. و فضانوردان چین بعد از ماموریتی 6 ماهه به زمین بازگشتند. فضاپیمای شنزو 14 در ایستگاه فضایی در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین فرود آمد. پرتاب فضاپیمای شنزو 14 بخش پایانی برنامه توسعه پروژه اعزام انسان به فضا و آخرین قسمت از مرحله ساخت ایستگاه فضایی چین بود. چینی‌ها در این ماموریت تونستن نخستین بار به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی تیانگونگ بمونن و حد نصابی رو برای خودشون ثبت کنن. اعمال محدودیت در بخشی از صنایع به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی. شرکت ملی گاز اعلام کرده مصرف گاز در بخش خانگی به مرز 600 میلیون متر مکعب در روز رسیده و ادامه این روند آسیب بیشتری به بخش‌های تولیدی وارد می‌کند. مصارفی که در رستوران‌ها به عنوان گرماتابه استفاده میشه، استخرهای روبازی که گاهن استفاده میشه در بعضی از ویلاها
اینا بر اساس آیین‌نامه اجرایی که داریم ما حتما انشالله توسط تیم‌های بازرسی خواهد شد. حدود یک ماه پیش بود که با ورود به دوره سرد سال شرکت ملی گاز از آغاز برخورد با مشترکان پرمصرف در بخش‌های صنعتی، تجاری و اداری خبر داد. گاز اداری مربوط به خودمون در شرکت گاز استان تهران رو قطع کردیم خارج از وقت اداری. علتش را هم تلاش برای گازرسانی بیشتر به بخش‌های صنعتی و تولیدی اعلام کردند و گفتند ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان در رتبه سوم مصرف آن قرار گرفته و این یعنی بخش زیادی از این انرژی که تولید میشه متاسفانه داره اسراف میشه. حالا اولین سامانه بارشی برفی امسال همراه با کاهش 5 تا 10 درجه دمای هوا وارد کشور شده و این بار بخش خانگی در حال رکورد شکنی در مصرف گاز است. این مصرف گاز در بخش خانگی به عدد 585 میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به تقریبا 3 روز گذشته حدود 50% افزایش نشون میده. سازمان هواشناسی درباره ادامه موج سرما تا شنبه آینده هشدار داده. هشدار سطح نارنجی که شدتش بالاتر هستش برای استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیل و بویراحمد، بخشهایی از جنوب خوزستان، مناطق جنوبی اصفهان و بخشهایی از استان فارس صادر شده. و مردم هم برای مدیریت مصرف گاز توصیه هایی دارند. از لباسی گرم در داخل اتاقشان، خونه‌هاشان بپوشن. اتاقی که کسی ننشسته گازها رو خاموش کنیم. پنجرهمون جداری نیست، از قسمت فوم‌های درزگیر استفاده کنیم. پشولی کم قازم پخته میشه. نذارم بیا برم تو کوچه و تو خانه کارا میکنم قریب بجوشه. نه، همون جور که کم بودی هست من باید مراعات بکنیم مادر جان. این مصرف گاز برای تنها برای شخص بنده و دیگران، این همه عموم دارن استفاده دارن میکنن. طبق اعلام شرکت ملی گاز بیش از 28 میلیون مشترک عمده و جزء گاز در کشور وجود داره که حدود 27 میلیون آنها در بخش‌های غیر صنعتی هستند. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما. درخواست تولید کنندگان مرغ از مردم با ذخیره خانگی به تعدیل قیمت کمک کنید. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت در پی افزایش جوجه ریزی و سقوط قیمت مرغ در بازار، تولید کنندگان از مردم خواستند برای کمک به تولید با خرید و ذخیره سازی مرغ به تنظیم بازار کمک کنند. قیمت مرغ در چند روز گذشته با افت بیش از 10,000 تومانی مواجه شده و با حدود 15,000 تومان کمتر از نرخ مصوب در بازار فروخته میشه. این نرخ روز عرضه عمده مرغ گرم در میدان بهمن است. قیمت عمده فروشی مرغ گرم در میدان بهمن 43,000 تومان. 43 تومان. الان هر کی بخواد من 40 لیتر عرضه میکنم. تو همین چند روز اخیر چه تغییری داشته قیمت؟ قیمت افت کرده 3-4,000 تومان. اینم قیمت خرده فروشی مرغ گرم در میدان بهمن. مرغ 45. 45 تا 44 هم میده. و نرخ این محصول در میادین میوه و تره بار سطح شهر. در حال حاضر مرغ در سازمان میادین به قیمت هر کیلوگرم 47,800 تومان عرضه میشه. در خرده فروشی ها هم قیمت ها متفاوت، اما کمتر از نرخ مسبب 63,000 تومان است. مرغ خریدم. کیلو چند؟ 55,600. 57 تومان امروز. شرایطی که هر چند برای مصرف کنندگان مطلوب است، قیمتش مناسب شده، اما مرغداران را دچار ضرر و زیان کرده. مرغدار داره الان ضرر میکنه، این عواقبش بده. یک ماه دیگه، دو ماه دیگه همون مرغ باز میشه 60-70 تومان، دودش باز چشم مصرف کننده است. بیش از 5000 تومان. مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی میگوید در این شرایط علاوه بر خرید مرغ مازاد توسط وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام به اعتقاد ما حتما باید ورود بکنه. ذخیره خانگی این محصول هم میتواند تاثیرگذار باشد. درخواست ما از مردم این هست که در این شرایط به اصطلاح خاص مرغ مورد نیاز خودشون رو برای یکی دو ماه آینده خریداری بکنن، تا انشالله بتونیم از این طریق هم مرغ رو سر سفره‌های مردم ببریم که انشالله ما بتونیم به سمت و سوی بریم که تولید کنندگان ما زیان نکنن. این مورد تایید من هست، این فرمایش ایشون. مصرف کنندگان محترم می توانن حسب نیاز ماهانه شون و حتی خورده فراتر از بازار امروز که مرغ در پایین‌ترین مقدار خودش قرار داره به بازار مراجعه بکنن، نیاز خودشون رو در بازار ابتیا بکنن. و این آخه این بحث احتکار خانگی اینجا مطرح میشه، اینکه این تشویق مصرف گرایی اینطوری نیست؟ نه این نیست، این کالا مصرفیه. وقتی که میره در به هر حال سبد مصرف خانوار قرار میگیره، در
امکاناتی که دارن بتوانن منجمد بکنن استفاده بکنن، در یک مقطعی حد اکثر 30 روزه این قابل استفاده است. بر روی در این شرایط پیشبینی دقیق از میزان نیاز بازار برای جلوگیری از افزایش میزان مازاد در ماه‌های پیش رو ضروری می‌نماید. فرزاد آذری، بقا خبرگزاری، صدا و سیما. پهپادهای مهاجر 1، 2 و تلاش، پرنده های ناماشنایی که در دوران دفاع مقدس نماد علم و فناوری بودند و مسیر پیشرفت نزدیک به 4 دهه ساخت پهپاد رو در کشورمون هموار کردند. پهپاد تلاش حاصل تلاقی ایمان و تخصص که با نوآوری و خلاقیت دانشگاهیان و رزمندگان دوران دفاع مقدس عملیاتی شده بود. در دوران دفاع مقدس با یکی از مسائلی که مواجه بودیم کمبود عکس‌های هوایی بود که واقعاً مجموعه اطلاعاتی رو رنج می‌داد. لذا این تفکر در مجموعه دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شد که ما بیایم از طریق هواپیماهای بدون سرنشین بیایم این مشکل رو که الان تو جبهه‌های ما وجود داره رو حل کنیم. حتی عکس‌های این پهپادها هم با مهارت رزمندگان کاربردی می‌شد. تمام امکانات تاپ و ظهور عکس و فیلم همه بودش. اون تو همون موقع اینا رو چاپ می‌کردم، می‌آوردم می‌دادن قرارگاهی که نیاز بود. ولی اینا وقتی می‌خواستی بچسبونی بغل هم دیگه خیلی مشکل پیدا می‌کرد. اینا چپ میشد، راست میشد، بالاخره یک جوری بچه ها اینا رو با همدیگه میخوروندن تا اون اطلاعاتی که بخوان به دست بیارن. پهپادی که اشراف اطلاعاتی رزمندگان ما را در مناطق عملیاتی بالا برد. قرار بود که یک عملیات بزرگی انجام بشه و بعد از اینکه ما توسط این هواپیما شناسایی منطقه انجام شد، دیدیم دشمن طلاهای متعددی رو اونجا روی زمین گذاشته و اگر رزمندگان ما اونجا عملیات انجام میدادن طبیعی بود که ما شهدای زیادی رو تقدیم میکردیم. که اون عملیات بعد از اینکه این عکس‌ها بیرون اومد کلن این عملیات لغو شد و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس پیشرفت‌های کنونی در زمینه پهپاد را حاصل تلاش‌ها در دوران دفاع مقدس خواند. امروز ما می توانیم بگوییم تجربه 39 ساله در ساخت و طراحی پهپاد داریم. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما. از همراهی شما با 23 بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.